بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پنگیر و خواه ملال. عده ناراحت بودن که چرا من خودم را معرفی نمی کنم. به همین دلیل امروز من خودم را به شما عزیزان و گرامیان و شنوندگان عزیز و گرامی معرفی می کنم. من علی محقق نسبم، دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشگاه های حقوق و علوم قضایی ایران. من در مسائل دینی حدود 40 سال به طور مرتب متصل یا متناوب تحصیل کردم. در مسائل دینی خود را صاحب نظر و مجتهد مطلق می دانم. از این نظر میخواهم مصلح دینی باشم، یعنی اصلاحگر دینی. البته باید بدانید، توجه کنید دوستان، که من اصل دین اسلام را نقد یا اصلاح نمی کنم، زیرا عقیده دارم که اصل دین اسلام صحیح است، نیاز به نقد و اصلاح ندارد. و اما مسائل فقهی، فتواهای دینی، تفسیرهای دینی و ادعاهای دینی قابل نقد هستند، قابل اصلاح هستند و حتی قابل نفی و طرد هستند. یعنی ما می توانیم مسائل فقهی را، مسائل فتوایی را، مسائل تفسیری از اسلام را، فهمی از اسلام را که علما عرضه کردن نقد کنیم، اصلاح کنیم و یا به قول معروف فتواهای ناصحیح، تفسیرهای ناصحیح و ادعاهای دروغین را به زباله‌دانی تاریخ بیاندازیم یا به همون زبالدانی زمان جاهلیت بیاندازیم. بسیاری از فتواهای ما سنتهای زمان جاهلیت هستند، راه و روش زمان جاهلیت هستند، فهم و درک دینی زمان جاهلیت هستند. این فتواها و این تفسیرها و این دیدگاهها به کار انسان قرن 21 نمی آید. خب به هر حال من چون خودم را صاحب نظر می دانم، سعی می کنم که مسائل وارونه دینی را به جامعه خود معرفی کنم، مسائل دروغین دینی را که دست و بال مردم را بسته، غول و زنجیر شده به دست و بال مردم، این غول و زنجیر را از دست و شانه مردم باز کنم. من درباره مسائل خمس بحث کردم و گفتم که خمس، یعنی خمس ارباح مکاسب، در اسلام تشریع نشده است. پیامبر اسلام، خلفای راشدین، علی مرتضی، فاطمه زهرا، حسنین و سایر اصحاب کبار پیامبر خمس ارباح مکاسب را به عنوان یک مسئله دینی نمی شناختن، نمی دانستن. امروز من فقط یک نمونه تاریخی رو براتون عرض می کنم. آقا جان، بعد از پیامبر اسلام، امام علی و فاطمه زهرا در فقر مطلق قرار گرفتن. بعد از فوت پیامبر، باغ فدک رو از دست علی گرفتن. سهمیه علی رو از بیت المال قطع کردن. علی را از تمام مشاغل دولتی بیرون کردن. امام علی و خانوادش در فقر مطلق قرار گرفتن. به اندازه امام علی فقیر بود که با اون مقامش، با اون عظمتش، با اون بزرگیش مجبور می شد بره کشاورزی کنه، چا بکنه. آقا
کسانی که روزه میخوانن این مسائل را مقدمه بر روزه مطرح میکنن به عنوان یک خوبی امام علی، که ولی امام علی میرفت حتی کشاورزی میکرد. نه آقا، امام علی مجبور بود برای شخصیتی مثل علی که اسلام و مسلمین مدیون علی هستند، حتی حیات خود را مدیون علی هستند، پیامبر بارها جان خود را به علی مدیون بودند. پیام اگر علی نبود خبری از اسلام و دین و رسالت و نبوت وجود نداشت. امام علی بود که در لیلة المبید جان پیامبر را نجات داد. علی بود که در جنگ احد وقتی که کفار پیامبر را مجروح و مصدوم در گودال انداخته بودند و میخواستند بکشند، علی نجاتش داد. پیامبر جانش را مدیون علی بود. در جنگ احزاب یا همون جنگ خندق که وقتی لشکریان عربستان و کفار قریش آمدن مدینه رو محاصره کردن و شخصیت هایی مثل عمرو بن عبدود که کسی جرأت نمیکرد به طرفش نگاه بکنه، اگر علی نبود، اگر شمشیر علی نبود، اگر ضربت علی نبود، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اگر شمشیر علی نبود نسل از اسلام و مسلمین و مدینه و پیامبر باقی نمیمان. این نیروی شکست ناپذیر دینی اسلامی، این سرباز شکست ناپذیر یا بگو نیروی نظامی شکست ناپذیر اسلام بود که اسلام را حفظ کرد، پیامبر را حفظ کرد و این مکتب را حفظ کرد. چنین شخصیتی بعد از وفات پیامبر مجبور شد که برود کشاورزی کنه. آقا شما که دو روز نماینده مجلس شدی، دو روز وزیر شدی، دو روز وکیل شدی، میتوانی بری کشاورزی کنی؟ ببین چقدر سخت است. علی اونقدر گرفتار فقر بود که کفشهاش رو پینه میزد، یعنی همیشه وصله میکرد. به حدی این کفشهاش پاره شده بود و دوخته شده بود که دیگر جایی برای دوختن نداشت. لباس کهنه میپوشید. فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر چنان در فقر قرار گرفته بود که رفت از مغازه‌دار یهودی یک کیلو جو قرض بگیرد، چادرش گرو گذاشت، چادرش در مغازه گذاشت که آقا ما این یک کیلو جو میبریم که بچه‌هایمون رو از مرگ نجات بدیم، بعداً برای تو میارم و چادرم رو میبرم. این معروف است، همه روزنامه‌ها اینو خوندن. فاطمه زهرا وقتی که فدک رو ازش گرفتن، از امام علی گرفتن، این خانواده در فقر مطلق قرار گرفتن. امام علی وانمود نمی کرد که من فقیرم، دروغ نمی گفت که من فقیرم، دروغ نمی گفت که من پول ندارم. فاطمه زهرا به دروغ نمی رفت که جو قرض کنم، نیاز داشت، در فقر مطلق بودن. اینها صد جو می کردن، حتی به اندازه ای که غذا می خوردن که زنده بمانن. در اون شرایط علی و فاطمه از کسی خمس نخواسته است. با اینکه فاطمه برای باغ فدک شکایت کرده است، از مهاجرین و انصار کمک خواسته است، در مسجد مدینه سخنرانی کرده است، بر علیه خلیفه تبلیغ کرده است، گریه کرده است، خب اما برای خمس لام تا کام حرف نزده، در حالی که درآمد باغ فدک هر چی شما تعریف کنید که البته اون تعریف های فدک هم دروغ است، خب هرچی هم که باغ بزرگی بوده و محصولات زیادی داشته، من اونجا رو دیدم، همچی جایی نیست، تمام مدینه هم که یک باغ درست کنیم همچنان باغ نمیشه که آقایان روضه‌خوان در سر منبر میخوانم. آقا درآمد فدک یک هزارم خمس ارباح مکاسب نبود. فاطمه زهرا برای گرفتن باغ فدک کوشش های زیاد کرد، گریه کرد، ناله کرد، سخنرانی کرد، در خانه مهاجرون و انصار رفت، از اونها کمک خواست، خب اما برای خمس حرفی نزد. اگر خمس ارباح مکاسب واجب بود، فاطمه زهرا در اون روز مطالبه میکرد. فاطمه زهرا هم فقیر بود، هم دختر پیامبر بود، هم شاهزاده بود، هم پیامبر زاده بود، همه این صفات، هم از فرزندان هاشم بود، همون چیزی که شما میگید که الان خمس رو بابت هاشمی بودن میگیرید، خب دختر پیامبر بود. شما به دروغ یا راست خودتون میگید او به نحوی نسل ما به پیامبر، به فاطمه زهرا مربوط میشه و ما فاطمه نسب هستیم، که البته 80% درصدش دروغ است.
خب برفرضم که راست باشد، خودی فاطمه زهرا با اون فقرش، با اون بدبختیش، با اون مصیبتش که یک کیلو جو رو شاهزاده عرب، دختر پیامبر، دختر سلطان برود از مغازه یهودی قرض بگیره، بعد چادرش اونجا گرو بگذاره، با این شرایط هم فاطمه از کسی خمس مطالبه نکرد. پس خمس ارباح مکاسب را فاطمه نمی شناخت، علی نمی شناخت، خلفا نمی شناختن، هیچ کس این مشروع، این دستور شرعی، این مالیات شرعی رو نمی شناختن. آقای عزیز شما چطور میگی خمس واجب است؟ بله علمای شیعه بعدن این دکان و این مغازه رو باز کردن، به دروغ چیزای رو به هم بافتن و گفتن و شنیدن. الانم اکثریت شیعه ها خمس میدن و عقیده دارن که خمس باید بدهن، ولی این دروغ است، دروغ محض است. در اسلام خمس ارباح مکاسب تشریع نشده، دلیل تاریخیش هم فقر علی و فاطمه است. اونها در عین فقیر بودن، در عین نیازمند بودن، در عین اون مشکلات عظیم اقتصادی که علی برود چا بکنن، کشاورزی کنن. علی که شمشیر اسلام است، سردار اسلام است، آقا بالاتر از نخست وزیر است، دومین شخص شخصیت اسلام است، این آقا میره کشاورزی میکنه از شدت فقر، نه که از هوس. روزخانه ها میگن از هوس دروغ میگوید. علی وانمود نمیکرد، علی دروغگو نبود که کفش گانه پا کنه بگه من ندارم که کفش نو بپوشم، به دروغ خودش به مشمردگی بزنه، نخه از ساحت علی به دور است. علی گرفتار فقر مطلق بود، فاطمه زهرا گرفتار فقر مطلق بود، چون بود که یک کیلو جو را از مغازه یهودی قرض گرفت و چادرش را گرو گذاشت. در اون شرایط فاطمه و علی خمس ارباح مکاسب رو نمی شناختن، مطالبه نکردن، نگرفتن، نگفتن مهاجر انصار حالا که ما نیاز داریم به ما خمس بدهی. پس خمس واجب نیست آقا، خمس ارباح مکاسب واجب نیست، یک دروغه به 100% است. یعنی علما فتوای دروغ دادن، توجهات دروغ کردن، مغازه دروغین باز کردن، این دینی نیست. بلی شما حق داری اگر مالتون همینطور داوطلبانه به کسی بده حلال است، اشکالی نداره، ولی اگر به صورت کلاهبرداری و حقه‌بازی باشد درست نیست. یک کسی بیاد بگه من مثلا چون سمتی در فلان جا دارم، فلان کاری تو درست میکنم، بیا به من پول بدی، اینه میگن اخاذی، اینه میگه حقه‌بازی، اینه میگه کلاهبرداری. اگر علما بگن که بله خمس واجب است و ما نماینده امام زمان هستیم به ما بدهید، و در واقع خمس واجب نباشد و این راه و روند صحیح نباشد، این آقا کلاهبرداری کرده، حقه‌بازی کرده، دروغ گفته، اخاذی کرده. من عقیده دارم، به شما عرض میکنم که خمس ارباح مکاسب واجب نیست، تشریع نشده، وجود ندارد. اگر کسی به نام خمس یکی از واجبات دینی از شما پول بگیرد، این کلاهبرداری کرده، اخاذی کرده، جعل عنوان کرده. آقایان علما اگر به این دلیل که ما نماینده فلانی هستم و مال فلانی هست ازش میگیری، به جای او این مال رو میگیری، اینه میگن چی؟ میگن جعل عنوان. جعل عنوان این است، مثلا من الان کاری نیستم بعد برم اونجا بگم که من نماینده فلان هستم یا نماینده مجلس هستم یا نخست وزیر هستم یا وزیر فلان هستم نباشم، بعد از مردم پول بگیرم یا حق و حقوق را تحصیل کنم، اینه میگن جعل عنوان، جرم است، از لحاظ قانونی جرم است. خب امام علی و فاطمه زهرا خمس ارباح مکاسب را نمی شناختن، در زمان گرسنگی، در زمان بیچارگی، در زمان فقر، در زمان فلاکت، در زمان آبرو ریزی خمس را مطالبه نکرد. آقا این که فاطمه زهرا بره از یک مغازه یک کیلو جو قرض کنه چادرش بگذاره، آبروریزی هست یا نیست؟ این ناراحتی هست یا نیست؟ این فقر است یا نیست؟ این مصیبت است یا نیست؟ مصیبت است. در این مصیبت عظما فاطمه زهرا درآمد خمس را نمیشناخت تا ازش استفاده کنه. اما آقای سعید حالا از کجا پیدا میشه؟ آقایی که سعیدی که معلوم نیست از کجا هست و چی هست، میگه سهم جد ما رو بدی. فاطمه زهرا سهم باباش نخواست، سهم اجدادش نخواست، سهم بنی هاشم رو نخواست، در اون فقر و فلاکتی که داشت. اما جناب عالی میای اینجا سهم میخواهی، این کلاهبرداریه، حقه‌بازیه، این دروغ است، این تهمت است، این جعل عنوان است.
و هر حال آقایان مسائل دیگر رو بعدا خدمتتون عرض میکنیم که فعلا این بحث ما زیاد طول نکشد. شما را به خدای مهربان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.